قاصدی که گفتید کو؟ به محض دریافت هدیه او را به اینجا خواهیم آورد. نگران نباش. اول قاصد، آن مرد را به اینجا بیاورید و هدیه خود را دریافت کنید. بانو، تا هدیه خود را دریافت نکنیم از آن مرد خبری نیست. ببینید، هدیه گران قیمتی است. آن مرد را بیاورید و این هدیه را بگیرید. بردن! بیست داده این کمی! بردن! آنها را بگیرید! کجا میگوید؟ من نمیگوید، جمال جناب. به دنبال شما میامدن. به دنبال من؟ نه. مرا از کجا میشناسید؟ من گرد شما از قصد نیامدید. چرا این سوال را میگوید؟ هرچه به این بانو میگویم یک نفر از قصد به دنبال شما میگردن مگر باور میکند. شما از قصر آمده اید؟ منظور شما را از قصر نمیفهمم. به دنبال من آمده اید؟ آری، به دنبال شما میگشتم. بسیار خوب، تو میتوانی بروی، او را رهایش کنید. ولی کندیس آمان؟ چیزی نیست، من آن را هدیه دادم. آمون را هدیه دادید؟ مگر تو آمون را نمی پرستی؟ نه، من خدای یوسف را می پرستم. وقتی آنان گفتند که تو از جانب یوسف به دنبال من آمدی، آمون را به آنها بخشیدم. مجازات آنها بماند برای بعد. آنها دروغ گفتند. من برای دیدن شما آمدم، اما نه جانب یزارسی. چه شد بانو؟ بانو؟ نمیدانم چرا سانوانم سست شد. چرا رنگتان تغییر کرد بانو؟ تا بان امیدت نامید گشته است. این همه دروغ شنیده ای، این همه فریب دادم، اما هنوز هوشیار نشده ای. گمان میکردم پیک یوزارسیف نزد من آمده. شما با این ظاهر پشمارده با چشمان نابینا یوزارسیف را میخوایید چه کنید بانو؟ تو کیستی بیگانه؟ از چه مرا بانو خطاب میکنی؟ میشناسیم یا ژنده پوش بینوایی چون مرا به سخره گرفتی؟ رودامون بانو، شما رودامون هستید؟ به خدا سوگند که از همون ابتدا در نظرم آشنا آمدید. کجا بودید رودامون؟ بارها و بارها به اسکله سر زدم، از خیابان قوچهای سنگی گذر کردم، سراغتان را از دوستهایتان گرفتم، اما شما را نیافتم. من نزدیک به 10 سال در جنگ با سرزمین‌های دیگر بودم. گمان هم نمی‌کردم که شما به این روز افتاده باشی. فراق یوسف مرا به این روز انداخت. امیدوار بودم شما او را نشانم دهید. شما که چشم ندارید، چگونه می‌خواهید یوزارسیف را ببینید؟ دیدار یوسف چشم سر نمی‌خواهد. همین که بوی او را استشمام کنم کافی است. اگر روزی او را ببینم، تقاضا خواهم کرد تا مرا در گوشه ای از قصر خود سکنا دهد، تا همیشه در کنار او باشم و هر روز بوی او را استشمام کنم.
ولی افسوس که آرزوی دست نیافتنیست. از کجا معلوم؟ سعی میکنم ویزارسیف را پیدا کنم. من ناامید نیستم. به محض این که از ویزارسیف خبری یافتم باز میگردم. نکند چون گذشته ناامیدمان کنی. نگران نباشید، من به شما امید بستم. بانو، اطمینان میدم که بازگردم. جناب ویزارسیف خبری ندارید؟ نه، مدت نیست و زود بی اطلاع. حرکت کن. از پی معشوق رفتن است. اگر رودامون آمد و یوزارسیف را پیدا کرد چگونه به شما خبر دهد؟ میبینید که تا کنون منتظرش بودم و نیامد. فکر نمی کنم بازگرده. برویم. از جناب یوزارسیف خبری داری؟ بله عالی جناب. جمعیتی را که می‌بینید برای شنیدن سخنان یوزارسیف به معبد می‌روند. او امروز در معبد برای مردم سخن خواهد گفت و برای اولین بار در معبد آمون به جای ستایش تندیس‌ها خداوند یکتا را ستایش خواهد گفت. قصر پوتیفار، حرکت کن. کجا هستی؟ کسی اینجا نیست؟ بانو زلیخا کجا هستی؟ دارند.
یوزارسیف از قصر بیرون آمد. درود بر صدر اعظم مصر، درود بر ناجی و رزاق مصر، درود بر مالک و صاحب اختیار مصر، درود بر مشاور و معبر مصر، صاحب کتاب زرین، عالی جناب یوزارسیف. درود خداوند بر شما نگهبانان و حافظان شجاع مصر. و صاحبان قدرت و شوکت را به خاطر عصیانشان به خاک مذلت نشان. اون پیرزن نظر مشتا میگه. آیا او را در جایی دیده ای؟ نمیدانم. کنایه ای سخن او را دریافتی؟ منظور از برده‌ای که عزیز مصر شده شما هستی؟ او باید خود بزرگزاده‌ای باشد که زیر دست شده، اما از کلامش پیداست که از هدایت شدگان است. مالک، ببینم پیرزن چه می‌خواهد. جناب یوزارسی فرمودند هر نیازی دارید برآورده کنیم. از ایشان چه می‌خواهید؟ من فقط میخواهم با جناب یوزارسیف سخن بگویم. تقاضای دیگری ندارم. فقط میخواهم با جناب یوزارسیف سخن بگویم. بوی یوسف میآید. آیا یوسف اینجاست؟ مرا یوسف فرستاده. به من بگو پیام تو را به او خواهم رساند. تو بوی یوسف مرا میدهی؟ کیستی؟ با او چه نسبتی داری؟ من آسنات همسر عزیز مصر هستم. بگو چه میخواهی؟ این زن چه گفت؟ درست نشنیدم. من آسنات همسر عزیز مصر هستم، همسر جناب یوزارسیف. بانو شد؟ شما را چه شد؟ سالها نگذاشتیم بفهمد، اما بالاخره فهمید که یوزارسیف هم سر دارد. چرا به او نگفتی که این بانو زلیخا عاشق دیرینه یوزارسیف است؟ پیش روی آسنات باید میگفتم که عاشق همسر توست. میخواست با شما سخن بگوید، اما تا شنید من همسر شما هستم از هوش رفت. بانو زلیخا، بانو او را کجا دیدم؟ گمان میکنم او پیرزن رویاهای من است که چندین بار با چهره پوشیده از من استمداد میطلبید. همان که به دنبالش میگشتی؟ نمیدونم، شاید. در هر حال او را به قصد ببرید، از او مراقبت کنید تا من بیایم. برویم. آنه
به کجا میبری هارم خوب؟ به قصر آخناتون به دستور فرمان روا. آماده هستن جناب هارم، حرکت میکنیم. میتوانم سوال بکنم؟ پاسخ میدم جناب آن شما، میتوانید بپرسید. فکر میکنی آمنوته یا به قول شما آخناتون برای چه ما را احضار کرده؟ برای محاکمه. او تصمیم دارد شما را در حضور تعدادی از مردم شهر محاکمه کند. در بین مردم شایع شده که آمون سخن میگفته و خدای زنده بوده نه تندیس. آخناتون میخواهد بداند که آمون چگونه سخن میگفته. من پاسخ آخناتون را خواهم داد، اما شما که از دوستان ما بودید و با حمایت ما به فرماندهی لشکر مصر رسیدید، چرا تنهای من گذاشتید؟ ما از شما انتظار یاری داشتیم. من هنوز هم آمون را میپرستم و برای شما هم احترام قائلم، اما پیش از آمون باید آخناتون را اطاعت کنم، چرا که او فرزند خداست. یعنی همه فرمان روایان مصر مقام نیم خدایی دارند. او فرمان روای من و همه مردم مصر است. خیلی دارم میخواهد برایتان کاری انجام دهم، اما نمیتوانم. آیا میدانی چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ گمان میکنم یوزارسیف. یوزارسیف هنوزم دست بردار نیست؟ نمیخواهد ما را به حال خود رها کند؟ خداوند یکتا را به خاطر همه نعمتهایش ستایش می کنم. اگر به لطف اراده خداوند یکتا نبود، ما به فکر پیشگیری و چاره جویی برای مهار قحطی نمی افتادیم و معلوم نبود به چه سرنوشتی گرفتار می آمدیم. نیل را بنگرید که چگونه خشکیده، دشت‌ها و مزارع را بنگرید که چگونه تفتیده. سرنوشت ما هم جز این نبود. اکنون بسیاری از بلاد دیگر نیازمند یاری شما هستند. اگر عنایات خداوند نبود، اکنون شما نیز چون دیگر بلاد نیازمند و درمانده بودید. پس این نعمات و عنایات را پاس بدارید و شکر بگویید. حال که دیوهای سرد و سنگی و نشانه های زلالت و گمراهی را نمی پرستید، به جاست که ستایش و پرستش خداوند یکتا را به جای آن بنشانید. از امروز فرمان داده این در معبد آمون خدای یکتا ستایش شود. خداوند قلوب همه ما را بیش از پیش به نور هدایت منور کند. یوزارسیف همیشه رو دامون را استاد خود بود. حرکت کن. رودامو؟ حلالی جان، رودامون هستم.
کنون کجا بودی؟ در جنگ چندین ساله با همسایگان شمالی بودم، همراه جناب هرم ها. از این پس همیشه در کنار من باش. ما کجا هستیم؟ اینجا کجاست؟ اینجا منزل جناب یوسف است. من شما را به اینجا آوردم بانو. شما آسنات هستین؟ همسر یوسف نبی؟ من گمان می کردم جناب یوسف را بسیار دوست می دارم، اما آنگونه که از ندیمه های شما شنیدم، عشق و محبت را باید از شما آموخت. نزدیک 30 سال عشق و آه و اشتیاق، 30 سال فراق و ملامت و دوری. به خداوند قسم، این گونه عاشقی را باید ستود و این بردباری را باید تقدیس نمود. عشق من به آن پاکی که شما گفتید نبود. یوسف برتر از آن است که گناهکار آلوده ای چون مرا لایق عشق او باشد. من عشقم را با هوس و تمناهای نفسانی آلوده کردم و مجازات آن را هم به دوش کشیدم. شما گمان می کنید همه چیز را می دانید. 30 سال بار ملامت، 30 سال نیش و کنایه شنیدن، تحقیر شدن، 30 سال ناله کردن و اشک ریختن، 30 سال کو به کو دویدن، 30 سال دویدن و به مقصود نرسیدن. مجازاتی بود که تحمل کردم و دم بر نیاوردم. آگاهی من محدود به لحظات کوتاهی است که در کنار شما هستم و از زبان ندیمه هایتان درباره شما شنیدم. اگر از شما هیچ ندانم و از آنچه بر شما گذشته بی خبر باشم، بر من ایرادی نیست. باید دید چرا یوسف از شما بی خبر بوده. او باید پاسخ این بی خبری را بدهد. نه، شما را به خدا این گونه از یوسف سخن نگویید. کمی تحمل کنید، من باز می‌گردم. جناب یوزارسیف کجا رفتن؟ اکنون در تالار بزرگ نزد فرمانروا آخناتون هستند. بابم بیا. آسنا صبر کنید. آسنا، آخر یوسف از کجا بداند بر من چه گذشته؟ یار و غمخوار همه مردم است. کوهی از مشکلات و غم و اندوه او را احاطه کرده. متعلق به زلیخا نیست که به او بیندیشد. شنیدم هر زمان که تو در معبد بودی، آمون با مردم سخن میگفت، هر زمان که نبودی سکوت میکرد. تو خود باور میکنی آمونی که آنگونه حقیرانه توسط کاهنان پنهان شده بود بتواند سخن بگوید؟ با دلایل واهی مردم عادی را میتوان فریفت، اما جناب یوزارسیف را نمیتوان. حقیقت هم این بود
از پنجره نزدیک آمون با مختصر تغییری در صدا با مردم سخن می گفتم. انعکاس صدا در معبد این امر را بر بعضی مشتبه می کرد که آمون سخن می گوید. تو انسان زیرکی هستی آنخ ماهو، چرا از این درک و درایت در جهت کمک به مردم بهره نمی گرفتی؟ تکرار یک مطلب کذب گاه موجب می شود که خود گویندم آن مطلب را باور کند. تکرار موجب شده بود با براستی آمون را خدا تصور کنید. چرب شیرین دنیا و حماقت و نادانی مردم هم خیلی وسوسه بگید. مردم این گونه می خواستن، ما هم به نفع خود بهره می گرفتیم. فکر نمی کنید که حماقت مردم هم از آن دروغ هایی است که به خاطر تکرار باورتان شده؟ مردم احمق نیستن، چون حقیقت را از آنان پنهان کرده اید کذب شما را حقیقت پنداشتن. شما حق و باطل را در کنار یکدیگر به آنان عرضه کنید تا ببینید کدام را انتخاب می کنند. بانو آسنات، همسر عزیز مصر، اجازه ورود می خواهند. بگویید وارد شوند. بانو آسنات نیاز به اجازه ندارند. امیدوارم نبی خدا مرا عفو کند، چون میخواهم از ایشان به محضر فرمانروا آخناتون شکایت کنم. آسنات، امروز محاکمه کاهنان است. محاکمه مرا بگذار برای وقتی دیگر. من تعجیل دارم، نمیتوانم صبر کنم. محاکمه کاهنان بماند برای بعد. آسنات سخن بگوید. میخواهم بدانم عزیز مصر جناب یوزار سیف که تمام عمر خود را صرف آسایش جسم و روح مردم مصر کرده، چرا باید از حال و روز آواره این نابینا و پیر و دل سوخته بیخبر باشه؟ چه شد؟ بانو چه شد؟ شما را چیش؟ پیر زنی را که تو میگویی از کجا باید میشناختن؟ او حتی در رویا ذهن مرا به خود مشغول کرده بود و تو شاهد بودی. من از کجا او را پیدا میکردم؟ شما او را می شناختید و به او بی توجه بودید، همان کسی که شما را با محبت سالها پرورید و آنگاه که شعله عشق در وجودش شعله ور شد و همه هستیش را به آتش کشید، به حال خودش رهایش کردید. او همان زلیخا است. زلیخا؟ ممکن نیست. زلیخا اشرافزاده زیبا و متمول بود، چگونه ممکن است او زلیخا باشد؟ عشق شما او را به این روز انداخته. 30 سال به انتظار شما بوده، 30 سال آواره کوی به کوی به دنبال شما گشته، تمام هستی، جوانی و زیباییش را فدای شما کرده و آنگاه شما از او غافل بوده اید. این نیست که تو میگویی آسنات، همه یه حقیقتی نیست. جناب فرمان روا
دوازده سال پیش خود مرا از زندانی که پوتیفار و زلیخا برایم تدارک دیده بودند آزاد کردند. ما شاهد بودیم که چگونه زنان اشراف مصر و زلیخا به یوزارسیف تهمت بستند و او را 12 سال به کنج زندان انداختند، به جرمی که او هرگز مرتکب نشده بود. همه به خیانت خود اعتراف کردند و به بیگناهی یوزارسیف شهادت دادند. اما من که از زندان آزاد شدم با آنان چه کردم؟ هیچ. همین که زلیخا و شوهرش را مجازات نکردم باید خداوند را شاکر باشم. از طرفی من از کجا باید میدانستم که دومین زن مصر با آن همه شوکت و مکنت به چنین روزی افتاده؟ او از اوج به زیر افتاده و اکنون نیاز به دلجویی داره. تو خود میدانی که من از هر کس به این دلجویی مشتاق‌ترم. سال هاست پیر زن نیازمند رویاهای مرا رنج میدهد و آرزوی برآوردن حاجات او را دارم. اگر اجازه دهید من برای دیدن زلیخا مرخص شدم. نخیر، ما همه مشتاقیم که این پاک باخته دلسوخته را ببینیم. اگر اجازه دهید من او را به اینجا بیاورم. او را به اینجا بیاورید. خداوند می‌فرماید زلیخا زجرهای بسیاری کشیده و خطاهای خود را جبران کرده. او اینک زنی با ایمان و یکتا پرست می‌باشد. از او دلجویی کن. او را به همسری برگزین و بدان دعاهای تو در حق او مستجاب می‌شود. از تو دعا کردن خواستن و از خداوند پذیرفتن اجابت کرده. پیامی تازه بود یا نبی خدا؟ فرمان عجیبی بود. هم شد که از زلیخا دلجویی کرده او را به همسری انتخاب کنه. ازدواج با این پیرزن عاجز و درمانده؟ او که فرتوت و نزار است. فرمان خداوند یکتاست که با این پیر دلسوخته ازدواج کنه. مرا با وجود همسری به زیبایی تو چه نیاز به همسر؟ او هر چه باشد برای من تفاوت نمی کند. من از لطف پیامبر خدا سپاسگزارم. اگر زلیخا زیبا و بی همتا هم بود من هم فرمان پروردگار را اطاعت میکردم. بانو زلیخا و همراهان اجازه ورود میخواهند.
نبی را استشمام میکنم. خدا مشرف میشه. تو هستی زلیخا؟ روزی من بودم، اکنون همه تویی. زلیخایی در میان نیست. نمیپرسی از همه ثروت و مهنتم چه شد؟ میدانم همه در راه یوسف صرف شد. نمیپرسیان همه جاه و جلالم کجا رفت؟ شنیدم همه را در راه من فنا کرده. نمیپرسیان همه زیبایی و جمال چگونه زایل شد؟ درد عشق جانسوز است و تنگ و داست. حال بگو ببینم آن همه عشقت به یوسف کجاست؟ آن عشق هنوز پا بر جاست. با تمام وجود آن را پروریده، درون سینه محفوظ داشتم. مرا ببخش اگر از تو بیخبر بودم. اراده او که فوق اراده هاست مرا بی خبر گذاشت. قصور از من نیست. این تو هستی که با من این گونه ملاتفت میکنی؟ نه، این حق است که با تو این گونه عنایت میکنم. اینک تو مورد توجه پروردگار یکتا هستی. بگو از من چه میخواهی؟ چه آرزو کنم که ندارم؟ محبوب میخواستم که در کنار من است. معبود میخواهم که در محضر او هستم. تنها یک آرزو دارم، دیدار یوسف. آن هم دیده بینا میخواهد
که من ندارم. اگر معشوق را توان بینا کردن دیده تو نیست، معبود را که هست. تو از معبود بخواه، من نیز دعا میکنم. اگر مشیت او باشد دیده تو بینا میشه. پروردگارا، بر دیدگان این بنده ملتمس نوری فرست و همان گونه که دل او را به نور ایمان منور کرده ای، دیده او را نیز روشن گردان. چه کردی یا نبی؟ من شما را میبینم، من میبینم، من میبینم. درست نگاه کن، همه را میبینی؟ من فقط شما را میبینم، یعنی نمیخواهم جز شما را ببینم. از او خواسته بودم تا دیدگان بی‌فروغم را بینا کند، یک بار دیگر یوسفم را ببینم و بمیرم. در این فرصت کوتاهی که دارم فقط میخواهم شما را ببینم. این اشکهای گرم و مزاحم، از من چه میخواهید؟ بگذارید در این لحظات آخر عمر یوسفم را خوب ببینم. نگران نباش صدیقا، اراده خداوند بر این قرار گرفته که تو را عمری دوباره عنایت کند تا سالهای طولانی رنج و انتظار بدین سان جبران شد. عنایت خداوند را میبینید؟ باور میکنید؟ زلیخا بینا شده؟ چرا که نه؟ وقتی پیامبری دعا کند خداوند عالمیان اجابت میکند. روشنایی دیده کمترین معجزه است.
بانو شما چقدر پیر و شکسته شد. همه عمر خود را به پای من گذاشتید. بانو من شما را میبینم، من شما را میبینم، یا شما هم لطف و عنایت پروردگار را میبینید؟ من باید چه کنم یا نمیم؟ چگونه سپاسگزاری کنم؟ آیا سجده کنم کافی است؟ آری، سجده شکر به جای آور که زیباترین تجلی بندگی سجده است. کاهنان معبد آمون چه میبینند؟ آیا هنوز هم تردید دارید؟ من چیزی نمیبینم. لحظه پیش تو مرا زیرک خواندی، پس اونقدر احمق نیستم که این گونه بازی ها را باور کنم. عمری نیرنگ بازی و دروغ پردازی شما را کر و گنگ و کور کرده است و هیچگاه از گمراهی خود بر نمیگردی. باور کردن چه چیز احمقانه است؟ قدرت آتون خدای یکتا؟ یا بینا شدن زلیخا؟ من در هر دو تردید دارم. اصلا باور ندارم که پیش از این زلیخا نابینا بوده باشد. نابینایی زلیخا شهره شهر است. تردید ندارم. اینک من در بینایی شما شدم. در نابینا بودن زلیخا تردید دارید؟ مانه نیست. آیا باور داری که او فرتوت و پژمرده شده است؟ اگر او جوان و زیبا شود ایمان می آوری؟ خب معلوم است، اما به شما اطمینان می‌دهم اگر مردگان حیات یافتند و ظلمت نور شد، زلیخا هم جوان می‌شود. Thank you.
خب آنخ ماهو، زلیخا هم جوان شد. میدانستم قلبی که هزاران نفر از بندگان خدا را به سوی کفر و شرک و بت‌پرستی سوق داده، هیچگاه به نور هدایت منور نمیگردد. هنوز هم نمیخواهی به خدای یوزارسیب ایمان بیاوری؟ باز هم میخواهی از آمون زبون پیروی کنی؟ من به سوی یوزارسیب میروم.